چطور یک همه چیز خار اخلاقی باشیم؟ یا ساده تر چی کار کنیم که همه چیز بخوریم اما به محیط زیست کمتر فشار وارد کنیم؟ تولید مواد غذایی فشار اجتناب ناپذیری بر محیط زیست ایجاد میکنه. انتخابهای غذایی روزانه شما میتونه تا حد زیادی بر پایداری کلی رژیم شما تأثیر بذاره. اگرچه رژیمهای گیاهخواری و وگان دوستدار محیط زیست هستند، اما همه نمیخوان به کلی از خوردن گوشت دست بکشن. این فیلم برخی از اثرات عمده تولید مواد غذایی بر محیط زیست و همچنین نحوه مصرف پایدارتر گوشت و گیاهان رو بررسی میکنه. به طور خلاصه این فیلم راهنمای تبدیل شدن به یک همه چیز خار اخلاقیه. تأثیر مواد غذایی بر محیط زیست. تولید مواد غذایی برای مصرف انسان هزینه زیست محیطی زیادی داره. تقاضا برای غذا، انرژی و آب با افزایش جمعیت جهان همچنان در حال افزایشه که منجر به افزایش استرس در سیاره ما شده. در حالی که نمیشه از تقاضا برای این منابع به طور کلی اجتناب کرد، مهمه که در مورد اونها آموزش ببینیم تا تصمیمات پایدارتری در مورد غذا اتخاذ کنیم. کاربری اراضی کشاورزی. یکی از عوامل اصلی قابل تغییر در کشاورزی کاربری اراضیه. با توجه به اینکه نیمی از زمین‌های قابل سکونت در جهان در حال حاضر برای کشاورزی استفاده میشه، استفاده از زمین نقش بزرگی در اثرات زیست محیطی تولید مواد غذایی ایجاد میکنه. به طور خاص برخی از محصولات کشاورزی مثل گوشت گاو، گوشت گوسفند و پنیر اکثر زمین‌های کشاورزی جهان رو برای تولیدشون به خودشون اختصاص دادن، زمانی که مراتع و زمین‌های مورد استفاده برای پرورش خوراک دام در نظر گرفته میشه، 77% از زمین‌های کشاورزی در جهان برای تولید خوراک دام مورد استفاده قرار می‌گیره. اما اونها تنها 18% از کالری جهان و 17% از پروتئین جهان رو تولید می‌کنن. با استفاده از زمین‌های بیشتر برای کشاورزی صنعتی، زیستگاه‌های وحشی جابجا شده و محیط زیست رو دچار اشکال کرده. نکته مثبت، فناوری کشاورزی در طول قرن 21 به شدت بهبود یافته. این پیشرفت در فناوری باعث افزایش عملکرد محصول در واحد سطح شده و به زمین کشاورزی کمتری برای تولید همون مقدار غذا نیاز داره. یکی از گام‌هایی که میتونیم برای ایجاد یک سیستم غذایی پایدار برداریم، اجتناب از تبدیل زمین‌های جنگلی به زمین کشاورزیه. اگه از این ویدیو لذت بردید، لطفاً این کانال رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و زنگوله رو بزنید و کامنت بگذارید و برای کمک به کانال اونو برای دوستاتون به اشتراک بذارید. گازهای گلخانه‌ای. حدود 1/4 انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای به دلیل تولید مواد غذاییه. گازهای گلخانه‌ای اصلی عبارتند از دی اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژن و گازهای فلوردار. گازهای گلخانه‌ای یکی از عوامل اصلی تغییر اقلیم هستند. با توجه به اینکه محصولات کشاورزی مختلف مقادیر متفاوتی از گازهای گلخانه‌ای رو به همراه داره، انتخاب‌های غذایی شما میتونه تأثیر زیادی بر ردپای کربن شما داشته باشه که مقدار کل گازهای گلخانه‌ای ایجاد شده توسط یک فرده. مصرف آب. در حالی که ممکنه آب برای بسیاری از افراد یک منبع بی‌نهایت به نظر برسه، اما بسیاری از مناطق جهان با کمبود آب مواجه هستند. کشاورزی مسئول حدود 70% مصرف آب شیرین در سراسر جهانه. گفتنیه که محصولات کشاورزی مختلف در طول فرایند تولید خود از مقادیر متفاوتی آب استفاده می‌کنند. پرمصرف‌ترین محصولاتی که برای تولید آب مصرف می‌کنند عبارتند از پنیر، آجیل، ماهی پرورشی و میگو و پس از اون گاوهای شیری. بنابراین شیوه‌های کشاورزی پایدارتر فرصت خوبی برای کنترل مصرف آب. برخی نمونه ها عبارتند از استفاده از آبیاری قطره‌ای، جذب آب باران و کشت محصولات مقاوم به خشکی. روان آب کود. آخرین تأثیر عمده تولید غذای سنتی که می‌خوایم به اون اشاره کنیم روان آب کود یا اوتروفیکاسیونه. هنگامی که محصولات بارور میشن، پتانسیل ورود مواد مغذی اضافی به محیط اطراف و آبراه‌ها وجود داره که به نوبه خود میتونه اکوسیستم‌های طبیعی رو مختل کنه. ممکنه فکر کنید که کشاورزی ارگانیک میتونه راه حلی برای این باشه، اما لزوماً اینطور نیست. در حالی که روش‌های کشاورزی ارگانیک باید عاری از کودهای مصنوعی و آفتکش‌ها باشه،
اما کاملا عاری از مواد شیمیایی نیستند. بنابراین روی آوردن به محصولات ارگانیک به طور کامل مشکلات روانا رو حل نمیکنه. همونطور که گفته شد، نشون داده شده که محصولات ارگانیک نسبت به همتایان کشاورزی معمولی خودشون دارای باقی مانده آفتکش کمتری هستند، در حالی که نمیتونید به عنوان مصرف کننده مستقیما رویه های کوددهی در مزارع رو تغییر بدید، میتونید از گزینه های سازگارتر با محیط زیست مثل استفاده از گیاهان پوششی و کاشت درخت برای مدیریت رواناب حمایت کنید. و خلاصه اینکه تولید مواد غذایی برای مصرف انسان اثرات زیست محیطی مختلفی به همراه داره. اثرات قابل اصلاح اصلی تولید مواد غذایی شامل استفاده از زمین، گازهای گلخانه‌ای، مصرف آب و رواناب کوده. راه‌هایی برای تغذیه پایدارتر. در اینجا چند راه وجود داره که از طریق اونها میتونید پایدارتر غذا بخورید. از جمله در مورد مصرف گوشت، داده‌های اخیر نشون میده که اون چه که میخورید بسیار مهمتر از جاییه که اون از اونجا اومده، چرا که حمل و نقل تنها مقدار کمی از انتشار گازهای گلخانه‌ای رو باعث میشه. این بدین معناست که انتخاب یک ماده غذایی با انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای مثل مرغ نسبت به مواد غذایی با انتشار بسیار بالاتر مثل گوشت گاو تأثیر بیشتری داره، صرف نظر از اینکه این غذاها از کجا اومدن. همونطور که گفته شد، یکی از مقوله‌ها که در آن خوردن محلی ممکنه ردپای کربن شما رو کاهش بده، غذاهای بسیار فاسد شدنیه که به دلیل ماندگاری کوتاهشون باید به سرعت حمل و نقلشن. اغلب این غذاها از طریق هوا حمل و نقل میشن و به طور قابل توجهی انتشار کلی اونها رو تا 50 برابر بیشتر از حمل و نقل دریایی افزایش میده. اینها عمدتا شامل میوه ها و سبزیجات تازه مثل لوبیا سبز، انواع توت و آناناس. توجه به این نکته مهمه که تنها مقدار بسیار کمی از مواد غذایی از طریق هوا جابجا میشه. بیشتر اونها از طریق کشتی‌های بزرگ یا کامیون‌ها از طریق حمل و نقل زمینی حمل میشن. گفته میشه خوردن محلی ممکنه مزایای دیگری نیز داشته باشه، مثل حمایت از تولیدکنندگان محلی و یا استفاده از شیوه‌های کشاورزی پایدارتر. مصرف متوسط گوشت قرمز، غذاهای غنی از پروتئین مثل گوشت، لبنیات و تخم مرغ حدود 83% از انتشارات غذایی کربن رو تشکیل میده. از نظر ردپای کلی کربن، گوشت گاو و گوسفند در صدر این فهرست قرار دارن. این به دلیل استفاده گسترده از زمین، نیازهای غذایی، فراوری و بسته‌بندی اونهاست. علاوه بر این، گاوها در طول فرایند هضم متان رو در روده خودشون تولید میکنن که بیشتر به ردپای کربنی اونها کمک میکنه. در حالی که گوشت‌های قرمز در حدود 60 کیلوگرم معادل دیوکسید کربن به ازای هر کیلوگرم گوشت تولید میکنن، معیار رایج انتشار گازهای گلخانه‌ای غذاهای دیگه به طور قابل توجهی کمتر تولید میکنن. به عنوان مثال پرورش مرغ 6 کیلوگرم، ماهی 5 و تخم مرغ 4.5. بنابراین خوردن گوشت قرمز کمتر میتونه به طور قابل توجهی ردپای کربنی شما رو کاهش بده. پروتئین‌های گیاهی بیشتری بخورید. یکی دیگه از راه‌های تاثیرگذار برای ترویج همه چیز خوار بودن، مصرف بیشتر منابع پروتئینی گیاهیه. غذاهایی مثل لوبیا، نخود و آجیل‌ها در مقایسه با اکثر پروتئین‌های حیوانی ردپای کربن بسیار کمتری دارند، در حالی که محتوای تغذیه‌ای این پروتئین‌های گیاهی در مقایسه با پروتئین‌های حیوانی میتونه بسیار متفاوت باشه. گنجاندن بیشتر منابع پروتئین گیاهی در رژیم غذایی به این معنی نیست که باید غذاهای حیوانی رو کاملا حذف کنیم. یکی از راه‌های کاهش میزان پروتئین حیوانی اینه که نیمی از پروتئین رو در یک دستور غذا با پروتئین گیاهی مصرف کنید. به عنوان مثال، هنگام تهیه یک دستور پخت سنتی، نیمی از گوشت چرخ کرده رو میتونید با انواع گیاهی عوض کنید. به این ترتیب طعم گوشت رو دریافت می‌کنید اما میزان پروتئین حیوانی رو کاهش می‌دید و در نتیجه ردپای کربنتون رو هم کاهش میدید. ضایعات مواد غذایی رو کاهش بدید. آخرین جنبه تبدیل شدن به یک همه چیز خارج اخلاقی، کاهش ضایعات مواد غذاییه.
در سطح جهان ضایعات مواد غذایی 6% از تولید گازهای گلخانه‌ای را تشکیل می‌دهند، در حالی که این تلفات ناشی از ذخیره‌سازی و جابجایی نامناسب در سراسر زنجیره تأمین رو در نظر می‌گیره. بسیاری از موارد به دلیل دور ریختن مواد غذایی توسط مصرف کنندگانه. چند راه عملی برای کاهش ضایعات مواد غذایی عبارتند است. اگر قصد ندارید در چند روز آینده از اونها استفاده کنید، میوه و سبزیجات منجمد بخرید. استفاده از تمام قسمت‌های خوراکی میوه‌ها و سبزیجات توصیه میشه. برای یک دوره زمانی معین غذای بیشتری از آنچه نیاز دارید نخرید. تاریخ مواد غذایی رو بررسی کنید. وعده‌های غذایی خودتون رو برای یک هفته برنامه ریزی کنید تا دقیقاً بدونید چه چیزی بخرید. منجمد کردن غذاهای فاسد شدنی که ظرف یکی دو روز آینده از اونها استفاده نمی کنید. یخچال و انباری خودتون رو مرتب کنید تا بدونید که چی خریدید. یکی دیگه از مزایای کاهش ضایعات مواد غذایی اینه که میتونه در هزینه خرید مواد غذایی صرفه‌جویی بشه. و خلاصه این که اگرچه انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از تولید مواد غذایی قابل حذف نیست، اما راه‌های متعددی برای کاهش اونها وجود داره. مؤثرترین راه برای انجام این کار شامل کمتر مصرف کردن گوشت قرمز و مصرف بیشتر پروتئین‌های گیاهی و کاهش ضایعات مواد غذاییه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه سوال یا نظری هم داشتید با من در ارتباط باشین. مراقب خودتون باشین. به سلامتی خودتون اهمیت بدید. خدا نگهدار.